خدا نخست به چه کسان خبر آمدن مسیر به زمین اعلام نمود. به امپراتور، اشخاص ثروتمند و مشهور یا علمای مذهبی، نه. نخستین کسانی که این خبر هیجان انگیز را دریافت کردند چوپانان فقیر بودند، مردانی که برا را برای قربانی در قربانگاه معبد پرورش می دادند. در دشت های اطراف آن شهر چوپانان بودند که شبانگاه از گلهای خود مراقبت می کردند. آن شب ناگهان فرشته‌ای در میانشان ظاهر شد و نور جلال خداوند در اطرافشان تابید و ترس همه را فرا گرفت. اما فرشته به آنها اطمینان خاطر داد و گفت: نترسید، من عامل مژده‌ای برای شما هستم، مژده مسرت بخش برای همه مردم، و آن این است که امین امروز مسیح خداوند و نجات دهنده شما در شهر داوود چشم به جهان گشود. علامت درست سخن من این است که نوزادی را خواهید دید که در قنداق پیچیده و در آخر خوابانیدن. ناگهان گروه بیشمار فرشتگان آسمانی به آنها پیوستند، در ستایش خدا می سرایدن و می گفتن: خدا را در آسمان ها جلال باد و بر زمین در میان مردم که خدا را خوشنود می سازن آرامش و صفا برقرار باد. چون فرشتگان به آسمان بازگشتند، چوپانان با یکی دیگر گفتند: بیایید به بیت لحم برویم و این واقع عجیب را که خداوند خبرش را به ما داده است به چشم میبینیم. پس با شتاب به بیت لحم رفتند و مریم و یوسف را پیدا کردند. آنگاه نوزاد را دیدند که در آخر خوابیده است. چوپانان بیدرنگ ماجرای را به گوش همه رساندن و سخنانی را که فرشته درباره نوزاد گفته بود بازگو کردند. هر کی گفته های آنان را می شنید حیرت زده می شد. چوپانان چه ماجرای برای گفتن داشتند؟ نجات دهنده به دنیا آمده است، ما را دیدیم، ما را لمس کردیم، فرشته به ما گفت او مسیح خداوند هست. فرشتگان آسمان را پر کرده بودند، شب همچون روز روشن بود. مسیح نجات دهنده آمده است، او اینجاست، او اینجاست. بعض مردم به سخنان چوپانان باور کردند، اما بسیاری از آنها باور نکردند. اما چه باور میکردند و یا نمیکردند، پادشاهی که تولدش تاریخ جهان را به دو بخش تقسیم کرد به نسل انسان پیوست. در روز هشتم تولد نوزاد در مراسم ختنه نامش را عیسی گذاشتند، یعنی همان نامی که فرشته پیش از عامله دار شدن مریم برای او تعیین کرده بود.